وزیر خارجه پاکستان میگوید که حصارکشی در امتداد خط دیورند ادامه می‌یابد، اما اختلاف‌ها در این باره را با کابل از راه‌های دیپلماتیک حل خواهند کرد. از سوی هم کابل تنش‌های اخیر در این باره را کوچک و محلی می‌خواند، اما می‌افزاید که نمی‌خواهد با چنین مسائل کوچک روابطش را با کشورهای همسایه تیره بسازد. با آنکه کابل و اسلام آباد هر دو تنش‌های اخیر بر سر حصارکشی در امتداد خط دیورند را جدی نمی‌دانند، اما در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند دیده می‌شود که افراد منصوب به امارت اسلامی در برخی از ولایت‌ها حصارکشی‌ها را ویران می‌سازند. اسلام آباد در واکنش تازه به این ویدیوها می‌گوید که به حصارکشی در مرز با افغانستان ادامه می‌دهد. ما دست از کار نمی‌کشیم. نصب سیم خاردار در مرز آغاز شده است و تا زمانی که تکمیل شود ادامه خواهد یافت. افغانستان کشور دوست و برادر ماست، اما برخی فرصت طلبان مسائل را تحریک می‌کنند که به نفع پاکستان نیست. کابل به گونه رسمی ویران ساختن حصارکشی‌ها در امتداد خط دیورند را تایید و یارد نمی‌کند، اما می‌گوید که اختلاف‌ها در این باره حل شده‌اند. ما نمی‌خواهیم روابط ما با کشورهای همسایه بر اثر این چنین مسائل کوچک مخدوش شود. در آینده برای جلوگیری از این گونه رویدادها مشترکاً تلاش خواهد شد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی در این باره دیدگاه‌های گوناگون دارند. کشور پاکستان نیز کوشش می‌کند که منازع این خط را بیشتر بسازد تا توانسته باشد در این وقتی که افغانستان در حالت تحریم و حالت مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار دارد استفاده کند و بخواهد که این خط را رسمیت بدهد. پاکستان تل دویلی چی دغه تهر دوی پخپل خور مانده نگورد. یو پپول مانده پزن برخو که یو تشنوز شتا او تاو تریخوالی زن برخو که زیاد شده دی. شرامود کورشی کوشش کو چی دومر زیاد د موضوع ته اهمیت ورنکړي، ځکه پاکستان نه غواړي چې په رسنیو کې په دې موضوع باندې ډېرې خبرې وکړي. مسئله حصارکشی در امتداد خط دیورند نه تنها اکنون بل در حکومت پیشین نیز از مسائل اختلافی میان کابل و اسلام آباد بوده است. پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم با مهمانم در برنامه، آقای مهدی افضلی، آگاه روابط بین الملل از پاکستان، که از طریق خط اسکای با ما وصل شدن. آقای افضلی، این بار اول نیست که در مرز مشکلات رخ میده، چرا فکر میکنین چرا چنین است؟ به نام خدا و سلام خدمت شما و مردم افغانستان. تشکر. فکر میکنم که روابط افغانستان با پاکستان در ارتباط به مسائل مرزی یک بحث یا یک ریشه از موضوع برمیگرده به گذشته های بسیار دور از زمان اعلی حضرت ظاهرشاه. بحث خط دیورند و مسائل مرزی بین افغانستان و بین بریتانیای او زمان بنوان یک از بحث های مهم بود که در زمان صدارت محمود خان و در زمان صدارت موسی شفیق هیئت های از خانواده سلطنتی تعیین شد و آمدند در هند بریتانیایی با مقامات کشور صحبت کردند و صحبت ها جدی صورت نگرفت، مثل که امروز هم صحبت جدی صورت نمیگیره، یک لایه پوشی صورت میگیره. و بعد از او بحث دیورند در زمان جمهوری داوود خان بیشتر رنگ و گرفت، به خاطر از اینکه افغانستان یک نظام سلطنتی داشت، فروپاشی نظام سلطنتی مشروعیت نظام کابل را تا حدود تحت شعاع قرار داده بود و داوود خان این خلا را توسط رویکرد ناسیونالیستی نسبت به قبایل دو طرف دیورند داشت، در این ارتباط تلاش میکرد تا یک زیدیت و یک دیدگاه را به وجود بیاره، بر اساس او دیدگاه خودش را قهرمان ملی بسازه و از طرف دیگر یک دشمن فرضی بسازه و بر اساس این روی کرد بتانه در افغانستان حکومت بکنه، اجماع ملی شکل بده، وحدت ملی را به اصطلاح سمت و سو بده. و بعد از دوران داوود خان تا زمان حکومت پیشین ضعف در افغانستان، فروپاشی دولت، ساختارها عملا از بین رفت و رابطه بسیار سیاست مداران افغانستان با این طرف خط دیورند یک رابطه فوق‌العاده استراتژیک و قوی بود. و از او طرف هم در دوران حکومت های پیشین هم
بنحوی هم در دوران آقای کرزی و هم در دوران آقای غنی تلاش شده از بحث خط دیورن به مثابه یک ابزار تبلیغاتی در کشور استفاده شود. سیاستمداران افغانستان تلاش میکنه تا از این ابزار خود را قهرمان بسازه، یک فرافگنی خارجی به وجود بیاره، فرصت را به گونه‌ای رقم بزنه که حداقل ما یک دشمن فرضی بیرونی داریم و بر اساس این بتانن. درست آقای افضلی، فکر میکنین چقدر همین سیاست های ناروشن در قبال همین مسئله باعث اینمی تنش ها شده در ای اواخر؟ بدون شک سیاست های ناروشن در ای بس نه تنها که عامل بحران شرایط امروز و عامل تنیش شرایط امروز هست، بلکه بسیار از مشکلات ریشه در امی متاسفانه موضوع ناروشن داره که ما نتانستیم هم در داخل افغانستان و هم در مناسبات خود با دولت پاکستان بتانیم در قبال مسائل مرزی افغانستان و پاکستان یک دیدگاه و یک رابطه به اصطلاح نسبتاً پایدار و مبتنی بر منافع و حقوق بین الملل ایجاد بکنیم. امروزه هم فکر میکنم که پیش از این که مسائل مرزی افغانستان با پاکستان بیشتر یک بحث ملی و بحث بر اساس منافع ملی افغانستان باشه، بیشتر یک ابزار تبلیغاتی است که همه حکومت ها ممکن است از او استفاده بکنه و یک بار دیگر هم در مناطق قبایلی و خصوصا در مناطق مشرقی و جنوب افغانستان دامن زدن به چنین بحثی، چون بحث ناسیونالیستی و بحث قومی هست و بیشتر احساسات قومی را برمی انگیزانه و بر اساس از این روی کرد میتونن یک اجماع را در مناطق شرقی و جنوب افغانستان به وجود بیاره، یک بار دیگر این بحث کم کم داغ میشه و بسیار از چهره های محلی سیاسی طالبا تلاش میکنه که از این وجه به عنوان یک تبلیغات سیاسی استفاده بکنه، در حالی که ما به صورت کلی میدانیم و این بحث پیش پاکستانی ها ختم شده هست و حقوق بین الملل در این باره تصریح کرده و این به عنوان یک خطی است که هم حقوق بین الملل و هم دول ایرا به عنوان جغرافیای پاکستان به رسمیت میشناسه و این موضوع به عنوان یک نگرانی امنیتی ملی در نزد پاکستانی ها محسوب نمیشه. اگر دیدگاه های هم در این ارتباط مطرح شده، فکر میکنم که بیشتر برای مسائل هست که در مناطق قبایلی خصوصا در وزیرستان‌ها تا حدود یا در مناطق همسایگی کنر این منطقه تا حدود یک نوع تنیش به وجود بیاید که به اصطلاح قهرمانسازی از سوی طالبان ممکن است مقامات سیاسی پاکستان یا مقامات امنیتی پاکستان در این باره ابراز نظر کرده باشه، ولی بحث دیورن دولت و حکومت پاکستان یک بحث ختم شده است و نمی آقای افضلی، فکر میکنین همین موضوع چقدر بر روی سیاست پاکستان و حکومت امارت اسلامی، یعنی روی روابط اینها چقدر تاثیرگذار است همین مسئله؟ فکر میکنم که همونطور که اشاره کردم این بحث را بیشتر سیاست مدارا و قماندان های محلی طالبا دامن میزنه و دنبال از این هست که از احساسات مردم استفاده بکنه، خود را قهرمان بسازه، به خاطر از اینکه بحث یک بحثی است که بیشتر به اصطلاح امو تمایلات ناسیونالیستی را برجسته میسازه. در سطح طالبا هیچ آقای افضلی، خب یک بحث دیگه، بحث برقراری روابط حکومت تازه با جهان است که خب حالا عملا با پاکستان روابط خوبی هست و این کشور همواره در باد خارجی لابیگری های میکنه برای افغانستان مبنی بر امو روابط خوبی که دارم. فکر میکنین چقدر همین مسئله تاثیرگذار خواهد بود و پاکستان دیگر به عنوان یک همکار با افغانستان ممکن نیسته؟ فکر میکنم که این موضوع تأثیرات مهم را بر روابط و بر مناسبات و بر استراتژی که پاکستانی ها در قبال افغانستان داره تأثیر آنچنان نداره. برای هر دو کشور تا حدود خوراک داخلی هست و بسیار از جنرال های این طرف هم تلاش میکنه که از خود یک روحیه به اصطلاح قهرمان سازانه جلوه بده، ولی فکر میکنم که در استراتژی کلی هم طالبا و هم حکومت پاکستان به این توافق نظر داره که طالبا یک متحد استراتژیک است برای پاکستان و از طرف دیگر پاکستان هم برای طالبا
فعلا نقش آب حیات را داره و تنها گزینه ای که میتونه از او استفاده بکنه و تا به رسمیت شناخته شوه و در قسمت دولتداری و حکومتداری ازش بهره برداری بکنه، فکر میکنم که حکومت و نظام امنیتی دولت پاکستان هست و پاکستانی ها هم به این امر یعنی اجماع نظر دارد. سطح رهبری پاکستان فکر نمیکنم که مسائل مرزی بین افغانستان و پاکستان به حد حاد باشه که تبدیل شود به یک موضوع امنیت ملی مثل کشمیر بر پاکستان، به خاطر از اینکه از دید رهبری طالبا و از دید سیاستمداران افغانستان خط یورین به رسمیت شناخته شده و پاکستانی ها ایره میدانه و رهبران سیاسی افغانستان چی در گذشته و چی در امروز. درست آقای افضلی، فکر میکنین به خاطر همین تنش های کوچک که وجود دارد، خب از سوی شماری کوچک شمرده میشه، چی کار باید شود، راهکار چیست؟ فکر میکنم که چند راهکار وجود دارد. بحث اولی است که مردم افغانستان قربانی یک سیاست به شدت به اصطلاح باروی کرد دیگران را مقصر دانستن مواجه است. ما اگر آقای غنی فرار میکنه هم میگه که ما را آیسای میخواست در کابل اعدام بکنه، اگر هر حاکمی و هر سیاستمدار در افغانستان اگر بخواه اشتباهات و کاستی های خود را به اصطلاح خوب جلوه بده و از خود یک چهره محبوب بسازه، متهم بسازه پاکستانی ها را، نظام استخبارات، ارتش پاکستان را برای مسائل افغانستان، ما فکر میکنم که ما به یک حقیقت و به یک واقعیت باید ایمان داشته باشیم و به لحاظ سیاسی به این باور داشته باشیم که مسائل مرزی بین افغانستان و پاکستان یک مسائل حقوقی هست و پاکستانی ها از این مرز و از این جغرافیا به مسابه یک دولت به رسمیت شناخته شده و دنیا او را به رسمیت میشناسه. پاکستان یک کشور اتمی است، یک کشور قدرتمند است، در کنارش یک همسایه هست برای افغانستان. ما در یک وضعیت فروپاشی قرار داریم، ما دولت نداریم، ما اقتصاد نداریم، ما امنیت نداریم، ما ارتش نداریم، ما نظام امنیتی و نظام سیاسی اقتصادی ما به شدت فروپاشیده هست. بهترین راهکاری هست که ما با کشورهای منطقه از درب گفتگو و از درب تفاهم کنار بیاییم تا بریم به سمت خصومت و به سمت تنش. تشکر آقای مهدی افضلی، آگاه رابط بین الملل، از حضورتان در برنامه.